گناهکار شهر تولدو، نوشته آنتوان چخوف. هر که محل ساحره‌ای را که میگوید اسمش ماریا اسپالانتسو است نشان دهد، یا مشارالیه ها را زنده یا مرده به هیئت قضات تحویل کند، آمرزش معاصی خود را پاداش دریافت خواهد کرد. این اعلام به امضای اسقف و قضات اربعه شهر بارسلون مربوط به آن گذشته دوری است که تاریخ اسپانیا و چه بسا سراسر بشریت را باقی ابد چون لکی نازدودنی آلوده خواهد داشت. همه شهر بارسلون این اعلامیه را خواند و جستجو آغاز شد. 60 زن مشابه این جادوگر دستگیر و با خیشان خود شکنجه شدند. در آن دوران این اعتقاد مضحک اما ریشه دار رواج داشت که گویا جادوگران این توانایی را دارند که خود را به شکل سگ و گربه و جانوران دیگر در بیاورند، به خصوص انواع سیاه پوششان. در خبر است که صیادی بارها پنجه بریده جانورانی را که شکار می کرد به نشانه توفیق با خود می آورد و هر بار که کیسه را می گوشود دست خونینی در آن می یافت و چون دقت می کرد دست زن خود را باز می شناخت. اهالی بارسلون هر سگ و گربه سیاهی را که یافتند کشتند، اما ماریا اسپالانتسو در میان آن قربانیان بیهوده پیدا نشد. این ماریا اسپالانتسو دختر یکی از بازرگانان عمده بارسلونی بود، مردی فرانسوی با همسری اسپانیایی. ماریا لاقیدی خاص قوم گل را از پدر به ارث برده بود و آن سرزندگی بی حد و مرزی را که مایه جذابیت زنان فرانسوی است از مادر. اندام اسپانیایی نابش هم میراث مادری بود. تا 20 سالگی قطره اشکی به چشمش ننشسته بود و اکنون زنی بود سخت، دلفریب و همیشه شاد و هوشیار که زندگی را وقف هیچ کارگی سرشار از دلخوشی اسپانیایی کرده بود و صرف هنرها مثل یک کودک خوشبخت بود. درست روزی که 20 سالگیش را تمام کرد به همسری دریانوردی اسپالانتسو نامی درآمد که بسیار جذاب بود و به قولی دانش آموخته ترین مرد اسپانیا و در سراسر بارسلون سرشناس. ازدواجش ریشه در عشق داشت. شوهرش سوگند یاد می کرد که اگر بداند زنش از زندگی با او احساس سعادت نمی کند خودش را خواهد کشت. دیوانوار دوستش می داشت، اما در دومین روز ازدواج سرنوشت ورق خورد. بعد از غروب آفتاب از خانه شوهر به دیدن مادرش می رفت که راه را گم کرد. بارسلون شهر بزرگی است و کمتر زن اسپانیایی هست که بتواند کوتاه ترین مسیر میانه دو نقطه را به درستی نشان دهد. سر راه از راهبی که به او برخورد پرسید راه خیابان سن مارکو از کدام سمت است؟ راهب ایستاد، فکری کرد و مشغول برانداز کردن او شد. آفتاب رفته، ماه برآمده بود و پرتو سردش به چهره ماریا میتابید. بی جهت نیست که شاعران در توصیف زنان از ماه یاد میکنند. زن در روشنایی مهتاب صد بار زیباتر جلوه میکرد. موهای زیبای مشکین ماریا در اثر سرعت قدمها بر شانه و بر سینه‌اش که از نفس زدن عمیق برمی آمد افشانه شده بود و دستهایش که کیفی را بر شانه نگه می داشت تا آرنج برهنه بود. راهب جوان ناگهان بی مقدمه در آمد که به خون جانوار قدیس سوگند که تو جادوگری. ماریا گفت اگر راهب نبودی می گفتم بی گمان مستی. راهب گفت تو جادوگری. راهب این را گفت و زیر لب شروع به خواندن وردی کرد. سگی که هم الان پیش پای من دوید چه شد؟ تو همون سگی که به این صورت در آمدی.
به چشم خود دیدم. من میدانم اگرچه 25 سال بیشتر ندارم، تا به حال مچ 50 جادوگر را گرفتم. تو 51 هستی و به من میگویند اوگوستین. اینها را گفت و صلیبی به خودش کشید و برگشت و غیبش زد. ماریا اوگوستین را میشناخت. نقلش را به کرات از پدر و مادر شنیده بود، هم به عنوان پرحرارت ترین شکارچی جادوگران، هم به نام مصنف کتابی علمی که در آن ضمن لعن زنان از مردان هم به سبب تولدشان از بطن زن ابراز نفرت کرده، در محاسن عشق به مسیح داد سخن داده است. اما ماریا بارها با خود فکر کرده بود مگر می شود به مسیحی عشق ورزید که خود از انسان متنفر است. چند صد قدمی که رفت دوباره به اوگوستین برخورد. از بنایی با سردر بلند و کتیبه‌های طویلی به زبان لاتینی 4 هیکل سیاه بیرون آمدند. از میان خود به او راه عبور دادند و به دنبالش راه افتادند. ماریا یکی از آنها که همون اوگوستین بود را شناخت. 4 تا در خانه تعقیبش کردند. 3 بعد مرد سیاه پوشی که صورت تراشیده پف کرده ای داشت و ظاهرش می گفت که باید یکی از قضات باشد، به سراغ اسپالانتسو آمد و به او دستور داد بیدرنگ به حضور اسخف برود. اسخف به اسپالانتسو اعلام کرد که عیالت جادوگر است. رنگ از روی اسپالانتسو پرید. اسخف ادامه داد که به درگاه خداوند سپاس بگذار. انسانی که از موهبت پرارزش شناساییش ارواح خبیثه را می شناسد در میان عوام الناس برخوردار است. چشم ما و تو را باز کند. عیالت را دیدن که به هیبت یک سگ در آمده، همان عیالی که هیئت معقوده تو را به خود گرفته است. اسپالانتسوی مبهوت زیر لب گفت او جادوگر نیست، او زن من است. قاضی گفت آن ضعیفه نمیتواند معقوده مردی کاتولیک باشد. بدبخت، مگر تا به حال متوجه نشدی که به دفعات به خاطر آن روح خبیث تو را مورد خیانت قرار داده. بلافاصله عازم بیت خود شو و فلفور او را به اینجا بفرست. اسپالانتسو از مرده هم بیرنگ تر شد. از اتاق اسخف که بیرون آمد سرش را میان دستهایش گرفت. حالا کجا برود و به کی بگوید که ماریا جادوگر نیست؟ مگر کسی هم پیدا می شود که حرف و نظر راهبان را باور نداشته باشد؟ حالا دیگر در بارسلون همه به جادوگر بودن ماریا یقین دارند. همه. هیچ چیز از معتقد کردن یک آدم ابله به یک موضوع واهی آسانتر نیست. و اسپانیایی ها هم که ماشالله همه از دم ابله هست. پدر اسپالانتسو که دارو فروش بود، دم مرگ به او گفته بود در همه عالم بنی بشری از اسپانیایی جماعت ابله تر نیست. نه به خودشان اعتماد نشان بده، نه معتقداتشان را باور کن. اسپالانتسو معتقدات اسپانیایی ها را باور می کرد، اما حرف های اسقف را نه. زنش را خوب می شناخت و یقین داشت که زنها فقط در عجوزگری جادوگر می شوند. از پیش اسخف که برگشت به همسرش گفت ماریا، راهبها خیال دارند بسوزانندت. می گویند تو جادوگری و به من هم دستور دادند تو را بفرستم آنجا. گوش کن که ببینی چه می گویم. زن، اگر راستی راستی جادوگری که به امان خدا، بشو یک گربه سیاه و در رو، جان خودت را نجات بده. اما اگر روح پلیدی دلت نیست، تو را به دست راهبها نمیدهم. قل به گردنت میبندند و تا گناه نکرده را به گردن نگیری نمیگذارند بخوابی. پس اگر جادوگر هستی فرار کن. اما نه ماریا به شکل گربه سیاه در آمد، نه گریخت، فقط شروع کرد به اشک ریختن و به درگاه خدا توسل جستن. و اسپالانتسو بهش گفت گوش کن. خدا بیامرز ابوی می گفت
آن روزی که همه به ریش احمقهای معتقد به وجود جادوگر بخندند نزدیک است. پدرم به وجود خدا اعتقادی نداشت، اما هیچ وقت یاوه از دهنش در نمی آمد. پس باید جایی قایم بشوی و منتظر آن روز بمانی. چندان مشکل نیست. کشتی کریستوفر اخوی کنار اسکله در دست تعمیر است. آن تو قایمت می کنم و تا زمانی که ابوی می گفت بیرون نمی آیی. آنجور که پدرم گفت خیلی هم نباید طول بکشد. آن شب ماریا در قسمت زیرین کشتی نشسته بود و بی صبرانه در انتظار آن روز نیامدنی که پدر اسپالانتسو وعدش را داده بود از وحشت و سرما می لرزید و به صدای امواج گوش می داد. اسخف از اسپالانتسو پرسید عیالت کجاست؟ اسپالانتسو به دروغ گفت گربه سیاهی شد و در رفت. اسخف گفت انتظارش را داشتم. می دانستم اینطور می شود، لکن مهم نیست، پیدایش می کنیم. اوگوستین قریحه قریبی دارد، فلواقع قریحه خارق‌العاده‌ای دارد. برو راحت باش و من بعد یادت باشد دیگر منکوهه جادوگری اختیار مکن. مواردی بوده که ارواح خبیثه از جسم ضعیفه به قالبش انتقال نمودند. در همین سنه ماضی خودم کاتولیک مؤمنی را سوزاندم که در اثر تماس با منحوسه غیر متحرعه‌ای برخلاف میل خود روحش را به شیطان لعین تسلیم نموده بود. برو، برو و خدا را شکر کن. ماریا مدت‌ها در کشتی بود. اسپالانتسو هر شب به دیدنش می‌رفت و چیزهایی را که لازم داشت برایش می‌برد. یک ماه به انتظار گذشت. بعد هم یک ماه دیگر و ماه سوم، اما آن دوران مطلوب فرا نرسید. پدر اسپالانتسو درست گفته بود، اما عمر تعصبات با گذشت ماه‌ها به آخر نمی‌رسد. عمر تعصبات مثل عمر ماهی دراز است و سپری شدنشان قرن‌ها وقت می‌برد. ماریا رفته رفته با زندگی جدیدش کنار آمده بود و کم کم داشت به ریش راهبها که اسمشان را کلاغ گذاشته بود میخندید و اگر آن واقعی خوفانگیز و آن شوربختی جبران ناپذیر پیش نمی آمد خیال داشت تا هر وقت که شد آنجا بماند و بعد هم به قول کریستوفر کشتی که تعمیر شد با آن به سرزمینی دوردست کوچ کند. به جایی بسیار دورتر از این اسپانیای شعور باخته. اعلان اسخف که در بارسلون دست به دست میگشت و در میدانها و بازارها به دیوار چسبانده شده بود به دست اسپالانتو هم رسید. اعلان را که خواند فکری به خاطرش رسید. وعده انتهای اعلان در باب آمرزش گناهان تمام حواسش را به خود مشغول کرد. آهی کشید و با خودش گفت کسب آمرزش گناهان هم چیز بدی نیست ها. اسپالانتسو خودش را غرق در معاصی کبیره می دانست. معاصی کبیره‌ای بر وجدانش سنگینی می کرد که مؤمنان بسیاری به خاطر ارتکاب نظایر آن بر خرمن آتش یا زیر شکنجه جان سپرده بودند. جوانیش در تولدو گذشته بود، شهری که در آن روزگار مرکز ساحران و جادوگران بود. طی قرون 12 و 13 ریاضیات در این شهر بیش از هر نقطه دیگری از اروپا شکوفا شد. در بلاد اسپانیا هم که از ریاضیات تا جادو یک گام بیشتر فاصله نیست. پس اسپالانتسو زیر نظر ابوی به ساحری هم پرداخته بود. از جمله اینکه دل و اندرون جانوران را می شکافت و گیاهان غریب گرد می آورد. یک بار که سرگرم کوبیدن چیزی در هاون آهنی بود، روح خبیثی با صدای مخوف به شکل دود کبود رنگی از هاون بیرون جسته بود. در آن روزگار زندگی در تولدو سرشار از این گونه معاصی بود. هنوز از مرگ پدر و ترک تولدو چیزی نگذشته بود که اسپالانتسو سنگینی خوفانگیز بار این گناهان را بر وجدان خود احساس کرد. راهب
اقیانوس العلوم پیری که طبابت هم می کرد بدو گفته بود فقط در صورتی معاصیش بخشیده خواهد شد که به کفاره آنها کاری سخت نمایان انجام دهد. اسپالانتسو حاضر بود همه چیزش را بدهد و در عوض روحش از خاطره زندگی ننگین تولدو و جسمش از سوختن در آتش دوزخ نجات پیدا کند. اگر در زمان و در آن زمان فروش تصدیق نامجات آمرزش گناهان باب شده بود، برای به دست آوردن یکی از آن قبض‌ها بی معطلی نصف همه دار و ندارش را مایه می گذاشت. حاضر بود برای آمرزش روحش پیاده به یکی از زیارتگاه‌ها، یکی از اماکن مقدسه مشرف بشود. افسوس که کارها و گرفتاری‌هایش مانع بود. اعلان عالی جناب اسخف را که خواند با خود گفت اگر شوهرش نبودم فوری می‌بردم تحویلش می‌دادم. این فکر که تنها با گفتن یک کلمه تمام گناهانش آمرزیده می‌شود از سرش بیرون نمی‌رفت و شب و روز آرامش نمی‌گذاشت. زنش را دوست می داشت، دیوانوار دوست می داشت. اگر این عشق نمی بود، اگر این ضعفی که راهبان و حتی طبیبان تولدو چشم دیدنش را نداشتن در میان نبود، می شد که اعلان را که برد به برادرش نشان داد، کریستوفر گفت اگر ماریا جادوگر بود و این همه خوشگلی و تو دل برویی نداشت، من خود تحویلش می دادم. اما اگر حوصله کنیم تا ماریا بمیرد و پس از آن جنازه‌اش را ببریم تا تحویل کلاغ‌ها بدهیم، هم چیزی از کیسه ما نمی رود. بگذار مرده‌اش را بسوزانند، مرده که درد حالیش نمی شود. تازه ماریا وقتی می میرد که دیگر ما پیر شدیم. آمرزش گناه هم چیزی است که تنها به درد دوران پیری می خورد. کریستوفر اینها را گفت، قاه قاه خندید و به شانه برادر زد. اما اسپالانتسو درآمد که اگر من زودتر از او مردم چه؟ به خدا قسم اگر شوهرش نبودم تحویلش می دادم. هفته ای پس از این گفتگو اسپالانتسو که روی عرشه قدم می زد زیر لب می گفت آخ که اگر الان مرده بود. من که زنده تحویلش نخواهم داد، اما اگر مرده بود تحویلش می دادم. در آن صورت من هم سر این کلاغ‌های لعنتی را کلاه می‌گذاشتم، هم آمرزش گناهانم را به چنگ می‌آوردم. اسپالانتسوی بیشعور سرانجام زنش را مسموم کرد. خودش جسد ماریا را برد برای سوزاندن تحویل هیئت قضات داد. معصیت‌هایی که در تولدو مرتکب شده بود آمرزیده شد. این گناهش هم که برای درمان مردم درس خوانده بود و ایامی از عمرش را صرف علمی کرده بود که بعدها نامش را شیمی گذاشتند، بخشوده شد و عالی جناب اسقف پس از تحسین بسیار کتابی از مصنفات خود را به او هدیه داد. مرد عالم دیده در این کتاب نوشته بود جنیان از آن جهت در جسم ضعیفگان سیاه مو حلول می کنند که رنگ مویشان با رنگ ایشان مطابقت داره. صدف، نوشته آنتوان چخوف. اگر بخواهم غروب‌های بارانی پاییزی را با تمام جزئیاتش در ذهنم زنده کنم، همون غروب‌هایی که به اتفاق پدرم در یکی از خیابان‌های پرآمد و شد مسکو می‌ایستیم و حس می‌کنیم که بیماری عجیب و غریبی رفته رفته بر وجودم چیره می‌شود، احتیاج ندارم فشار چندانی به مغزم بیاورم. درد نمی‌کشم، اما زانوانم تا می‌شود. کلمات در گلویم گیر می کنند، سرم با ناتوانی به یک سو خم می شود. حالی به من دست می دهد که انگار در لحظه دیگری می افتم و هوش و حواسم را از دست می دهم. گرسنگی هم می کشم.
در چنین لحظه هایی چنانچه به بیمارستان مراجعه می کردم، دکترهای معالج لابود بر لوحی بالای تختم می نوشتند نوعی بیماری که در کتابهای پزشکی از آن یاد نشده است. پدرم با پالتوی تابستانی نیمدار و کلاه تریکویی که یک تیکه پنبه سفید از گوشه آن بیرون زده بود کنار من در پیاده رو ایستاده است. گالوش های بزرگ و سنگینی به پا دارد. این انسان محجوب و مشوش از بیم آنکه رهگذران متوجه شوند که او گالوش را با پای بیجوراب پوشیده، ساق پا را در ساقه های چکمه کهنه خود پنهان کرده است. این ابله خلوز و بینوا که پالتوی تابستانی خوشدوختش هرچه مندرستر و کثیف‌تر می شود به همان نسبت علاقه هم نیز به او افزون‌تر می گردد، از 5 ماه قبل به این طرف در جستجوی شغلی در حد میرزا بنویسی به پایتخت آمده است. در 5 ماهی که گذشت به هر دری زده و تقاضای ارجاع شغل کرده بود، اما فقط همین امروز است که تصمیم گرفته به خیابان بیاید و دست تکدیگری دراز کند. درست روبروی محلی که من و او ایستاده این یک ساختمان بزرگ 3 طبقه با تابلوی آبی رنگ رستوران بر دیوار آن به چشم می خورد. سرم کمی به یک سو و اندکی به عقب خم شده است و بی اختیار به سمت بالا به پنجره های روشن رستوران چشم دوختم. پشت آنها آدم هایی رفت و آمد می کنند. از محلی که ایستادم قسمتی از جایگاه ارکستر یعنی جناح راست جایگاه را و همچنین 2 تابلوی نقاشی بر دیوار و چراغ های آویز رستوران را می بینم. به یکی از پنجره های آن خیره می شدم و لکی سفیدگون را تماشا می کنم. لکه بی حرکت که طرحی است مرکب از رشته‌ای از خطوط موازی بر زمینه عموماً قهوه‌ای رنگ دیوار به طوری چشمگیری مشخص می شود. به بینایی هم فشار می آورم و یک تابلو دیواری را که چیزی روی آن نوشته شده است تشخیص می دهم. نوشتار روی تابلو را نمی توانم بخوانم. حدود نیم ساعتی است چشم از آن بر نمی گیرم. رنگ سفیدش چشمهایم را به خودش جذب کرده است و انگار که مغزم را افسون می کند. می کوشم نوشتار را بخوانم، اما همه تلاشم بی نتیجه می ماند. سرانجام بیماری عجیب و غریبم کار خودش را می کند. سر و صدای کالسکه ها رفته رفته به قرش تندر شباهت پیدا می کند. از میان بوی تعفن خیابان 1000 بو را تمیز می دهم و چشمهایم چراغهای رستوران و چراغهای خیابان را به رعد و برق کور کننده تشبیه می کنند. هر 5 تا حسم بیدارند و به شدت تحریک شدند. رفته رفته آن چیزی را که تا دقایقی پیش قادر به دیدنش نبودم مشاهده می کنم. نوشته روی تابلو را می خوانم. صدف، چه کلمه عجیب و غریبی. درست 8 سال و 3 ماه از عمرم می گذرد، اما این کلمه حتی 1 بار هم که شده به گوشم نخورده است. صدف چه می تواند باشد؟ نکند اسم خود صاحب رستوران باشد؟ اما تا آنجا که می دانم اسم صاحب رستوران را روی تابلوی بالای سر در ورودی می نویسند، نه روی تابلوی دیواری. میکوشم صورتم را به طرف پدرم بچرخانم و با صدایی گرفته میپرسم پدر جان، صدف یعنی چه؟ سؤالم را نمیشنود. به آمد و شد انبوه آدمها خیره شده است و تک تک رهگذران را با نگاهش بدرقه میکند. از نگاه او پیداست که میخواهد حرفی با آنها بزند، اما آنها کاملا شوم چون وزنه سنگین به لبان لرزانش میچسبند و نمیتواند از 2 لبش کنده شود. حتی چند گامی از پی رهگذری برمیدارد و آستین وی را لمس میکند، اما همین که مرد سر خود را به طرف او برمیگرداند زیر لب با شرمندگی میگوید ببخشید و به جای نخستینش برمیگردد. من سؤالم را تکرار میکنم. میگویم پدر جان، صدف یعنی چه؟
میگوید یک جانور، جانور دریایی، و من این جانور دریایی را در یک آن در نظرم مجسم میکنم. قاعدتاً باید چیزی بین ماهی و خرچنگ دریایی باشد و چون جانوری است آبزی، البته از آن سوپ ماهی گرم و خوشمزه با چاشنی فلفل خوش عطر و برگ بو و یا خوراک ترشمزه ماهی با قزروف و ترشی کلم و یا سس سرد خرچنگ با تروب کوهی و سایر مخلفاتش تهیه می کنند. در یک چشم برهم زدن در نظرم مجسم می کنم که این جانور دریایی را از بازار می آورند و با عجله پاکش می کنند و با عجله می اندازندش توی دیگ. خیلی عجله دارند. آخر همگی گرسنه‌اند. سخت گرسنه. بوی ماهی برشته و سوپ خرچنگ از آشپزخانه به مشام می رسند. حس می کنم که این بو سوراخ‌های بینی و سق دهانم را قلقلک می دهد و رفته رفته بر وجودم چیره می شود. از رستوران و از پدرم و از تابلوی سفید رنگ و از آستین‌هایم، از همه جا و همه چیز بوی سوپ ماهی بلند می شود و هر آن شدت پیدا می کند، به طوری که بی اختیار شروع می کنم به جویدن. چنان می جوم و چنان می بلعم که انگار تکی از این جانور دریایی را در دهان دارم. آنقدر لذت می برم که نزدیک از زانوانم تا بشود. پس به آستین خیس پالتوی تابستانی پدرم چنگ می اندازم تا بر زمین نیافتم. پدرم سراپا می لرزد و کز می کند. سردش است. می گویم پدر جان، صدف را در ایام پرهیز هم می شود خورد؟ جواب می دهد صدف را زنده زنده می خورد. مثل لاک پشت. لاک دارد اما لاکش از وسط نصف می شود. و در همان دم بوی دلاویز سوپ ماهی از قلقلک دادن کامم دست بر می دارد و توهماتم محو می شود. به همه چیز پی می برم. زیر لب زمزمه می کنم. می گویم چه نجاستی، چه کثافتی. پس این از صدف. حیوانی شبیه یک قورباغه را در نظرم مجسم می کنم که توی لاکش نشسته است و از همانجا با چشمهای درشت براق خود نگاهم می کند و آرواره های نفرت انگیزش را می جنباند. این جانور نشسته در لاک را با آن چنگال ها و چشمهای درشت و آن پوست لزجش در نظرم مجسم می کنم که از بازار به رستوران می آورم. بچه ها از ترسشان قایم می شوند و آشپز رستوران از سر کراهت و اشمعزاز چهره در هم می کشد. سپس چنگال جانور را می گیرد و آن را توی بشقاب می گذارد و به سالن رستوران می برد. و آدم های گنده جانور را از توی بشقاب بر می دارند و آن را زنده زنده با آن چشم ها و دندان ها و چنگال هایش می خورند. و جانور جیغ می کشد و سعی می کند لبهای آدم ها را گاز بگیرد. رویم را در هم می کشم اما سبب چیست که دندانهایم مشغول جویدن شدند؟ آنچه که می جوم جانوریست تهوع آور و نفرت انگیز و هولناک، با اینکه حریصانه می خورمش و در همان حال بیم آن را دارم که بو و طعمش را پی ببرم. یکی از جانورها را می‌خورم و در همون لحظه چشم‌های براق دومی و سومی در نظرم مجسم می‌شوند. آنها را می‌خورم. بعد نوبت به دستمال سفره و بشقاب و گالوش‌های پدرم و تابلوی سفید رنگ می‌رسد. آنها را هم می‌خورم. هر آنچه را که می‌بینم می‌خورم، زیرا حس می‌کنم که چیزی جز خوردن بیماریم را درمان نخواهد کرد. صدف‌های نفرت‌آور با چشم‌های هراس‌انگیزشان نگاهم می‌کنند. از این اندیشه سراپا می‌لرزم. با این همه باز دلم می‌خواهد بخورمشان. فقط بخورم. دست‌هایم را به جلو دراز می‌کنم و با تمام وجود فریاد می‌کشم. صدف می‌خواهم. به من صدف بدهید. در همین دم صدای گرفته پدرم را می‌شنوم. میگوید آقایان کمکم کنید، من از گدایی شرم دارم اما خدای من میداند رمقی برایم نمانده.
دامان کتش را میکشم و همچنان بانگ میزنم که من صدف میخواهم. کنار من چند نفر خنده کنان میپرسند: کوچولو، مگه تو هم صدف میخوری؟ دو مرد با کلاه روبروی من و پدرم ایستادند و خنده کنان به چهرم مینگرند. میگویند: پسرک، تو صدف میخوری؟ راست میگویی، خیلی جالب است. چجوری میخوریش؟ یادم میآید دستی قوی مرا به طرف رستوران غرق در نور میکشاند. چند دقیقه بعد عده‌ای به دورم حلقه زدند و با خنده و کنجکاوی تماشایم میکنند. پشت میزی نشستم و چیزی لزج و شورمزه را که با بوی نا و گندیدگی که از آن بلند میشود حالم به هم میخورد را میخورم. با حرص و ولع میخورم، نه میجوم، نه نگاهش میکنم، نه میپرسم. میپندارم که اگر چشمهایم را بگشایم بدون شک چشمهای براق و چنگ و دندان تیز جانور را خواهم دید. ناگهان پی میبرم که مشغول جویدن چیز سختی هستم. صدای قرچ قروچی به گوشم میرسد. مردم میخندند و میگویند: دارد لاک صدف را میخورد. احمق جان، لاک خوردنی نیست. و بعد نوبت به آتش وحشتناکم میرسد. در بسترم دراز کشیدم و از شدت سوزش و بوی عجیبی که در دهانم پیچیده است نمیتوانم بخوابم. پدرم در اتاق قدم میزند. دستهایش را با درماندگی تکان میدهد و زیر لب منمن کنان میگوید: مثل این که سرما خوردم. سرم طوری است که انگار یک کسی توی آن راه میرود. شاید هم علتش این است که امروز چیزی نخوردم. راستی که آدم عجیبیم، آدم ابلهی هستم. میبینم که این آقایان بابت صدف 10 روبل پول میدهند. چرا 2 روبل از آنها قرض نکنم؟ حتما میدادند. باید این کار را میکردم. بالاخره حدود ساعت 5 میخوابم و قورباغه‌ای را با چنگالهایش که توی لاک نشسته و چشمهایش دو دو میکند در خواب میبینم. حدود ظهر از شدت تشنگی چشم میگشایم و با نگاهم پدرم را جستجو میکنم. هنوز هم دارد قدم میزند و دستهایش را در هوا تکان میدهد و من هنوز صدف میخوام. خب دوستان، این بود داستان صدف نوشته ی آنتوان چخوف. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید و این داستان رو دیدید و متشکریم از اینکه با انتشار دادن این ویدیو به فرهنگ کتابخونی کمک میکنید. لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، حتما ما رو به دوستان کتابخونیتون معرفی بکنید. اون زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید تا ویدیوهای بعدی براتون بیاد. لطفا اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی خیلی سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.